رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان 2010 مسکو. در خاک قدرت اول کشتی آزاد دنیا، تیم ما تنها موفق به کسب یک مدال نقره و یک برنز شد. روس‌های میزبان همونطور که قابل پیش‌بینی بود با اقتدار قهرمان شدند و جمهوری آذربایجان و کوبا دوم و سوم. با 28 امتیاز چهارم شدیم و نسبت به سال قبل نه تنها نزول یک پله‌ای داشتیم، بلکه حتی نتونستیم یک مدال طلا به دست بیاریم. مسابقات جهانی 2010 در مسکو برگزار شد که واقعا میزبانی بسیار خوبی داشتن. هم سالنشون سالن خوبی بود، هم هتل محل برگزاریشون خوب بود و روسا هم همیشه میزبانی خوبی داشتن در طول مسابقات. حالا توی کشتی ها خیلی، تو داوری ها خیلی سعی میکنن یه سری اعمال نفوذهایی بکنن، اما میزبانیشون واقعا خوب بود همه چیز. در شست مراد محمدی در روزهای آخر دوران قهرمانی مدالی دیگر صید کرد، مدال برنز. حریفان بلاروس و مولداوی رو برد. در دیداری سخت لی سونگ چول از کره جنوبی رو هم شکست داد و به نیمه نهایی رسید. مراد در نیمه نهایی مقابل کدوخوف روس با ضربه فنی مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی رفت. اولان نادربک از قرقیزستان حریف محمدی در مبارزه رده‌بندی بود که مراد با شکست این کشتیگیر به برنز رسید. اینجا یک لحظه قوس میکنه حریف خودشو، بعد زیرگیری اقدام میکنه، از همونجا میره تا اینکه خاک کنه. مراد محمدی بالاخره به پل میزنه حریف خودشو، یک لحظه به پل میبره و موفق میشه سه امتیاز از حریف خودش بگیره. در خاک حریفو میره برای اجدای فن بالانداز، 3-0 به نفع مراد محمدی از جمهوری اسلامی ایران که با یک قوس و بدون بال اون حریفو تاغروشو به هم میزنه، به پل میبره و موفق میشه سه امتیاز از حریف خودش بگیره. دوباره وسط کشتی رو سرپا میده، بلاروس رو به نام محمدو رو شکست بده، بعد اون پرپیداتا از مولداوی رو اندری رو شکست داد و در بعد از اون سینگلی از کره رو حالا سعی میکنه پای حریف خودش رو خارج کنه و یک امتیاز از اون میگیره. 15 ثانیه فرصت داره تا از با تجربه چون مراد محمدی امتیاز بگیره. نه محمدی هم تسلیم نمیشه، حالا میره به یک لحظه کمرگیرد بالا رو پل میزنه و موفق میشه سه امتیاز بگیره. بله در واپسین ثانیه ها، در واپسین ثانیه ها چه یک چه سه، هر امتیازی بدن برنده میشه. بله خدمتون عرض میکردم تا 5 ثانیه به پایان پیش بود از حریف خودش. امیدوارم که مراد محمدی دلاور کشورمون که برای زیر اقدام میکنه با دستوی حریف خودش مواجه میشه. یک لحظه اینجا سعی میکنه پیچ کمره رو اجرا بذاره که ناموفقه، باز هم میره برای پیک پیچک کشتیگیر نادربک، یه پیک پیچک صداش اجرا کنه که تعادل دو کشتیگیر به هم میخوره. همچنان یک لحظه سرگردن حریف خودشو میگیره و خاک میکنه حریف خودشو، موفق میشه امتیاز رو بگیره. بله شگرد او هست، یه قوس کرد و بعد از اون از پهلو زیرگیری کرد و با یک یورش موفق شد حریف خودشو خاک کنه. 1-3 پیش میفته، باید مواظب باشه که کمرگیری نکنه و همون حالتی تایم دوم پیش نیاد. همچنان حالا یک بار دیگه زیرگیری میکنه و سعی میکنه که امتیاز خودشو بیشتر کنه. یک امتیاز، امتیاز مطمئنی نیست. حالا میره برای فیتیلی بیچ، توانمندی بالایی داره در اجرای فن فیتیلی بیچ، سعی میکنه فیتیلی بیچ رو به اجرا بذاره، یه دو امتیاز دیگه بگیره، خیال ما و شما هم راحت میکنه، سعی میکنه بالا بیاره از همونجا. اینجا فیتیلی بیچ میچاره اجرا میکنه و دو امتیاز میگیره. حالا 4-0 دیگه مراد مدال برنز رو روی سینه‌اش احساس میکنه، چهارمین مدالی که از مسابقات جهانی و المپیک کسب میکنه. 1:44 ثانیه از وقت کشتی سپری شده و 16 ثانیه با مدال برنز مسابقات جهانی 2010 مسکو فاصله داره مراد محمدی. ثانیه به سرعت برای نادربک سپری میشه، حالا خاک میشه در 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، وقت تمام میشه و مراد محمدی مدال برنز مسابقات جهانی رو از آن خودش میکنه. من هنوزم معتقدم که درسته به من مراد محمدی شد هر سال اذیت میشدم، فشار میامد، اما همیشه به خاطر این موضوع باعث خودم آماده نگه میداشتم، همیشه حالت ایدئال بودم تا اینکه مثلا میدون رو به کسی دیگه ندم. دیگه اواخر دیگه شده بودم 32 سال، واقعا اینکه شما 10 سالگی تا 32 سالگی 22 سال سختی و مارست کار سختیه، و جدا از این همیشه دلم میخواست که همیشه به عنوان یه برنده خداحافظی کنم، نه اینکه من فکر کنم که تنها کشتیگیر بودم که بعد مدال جهانی، بدون که خوشبختانه من 6 سال تو وزن 60 کیلو به هیچ کشتیگیری تو ایران نباختم، اگه دو بارم دو تا کشتی واگذار کردم،
که دوتا هم تو دو وزن بالا، یه وزن بالاتر بود، یعنی تو وزن خودم نبود. من تو 6 سال به هیچ کشتیگیری تو وزن خودم کشتی رو واگذار نکردم و دلم میخواست که به عنوان یه برنده خداحافظی کنم، نه اینکه بذارنم کنار بعد بخوام خداحافظی کنم. و دیگه بازیاسی این اتفاقات افتاد، دیگه افتم دیگه عطاشو به لغاش بخشیدم و سعی کردم که میدون رو باز کنم برای جوانایی که میدیدم مثل مسعود اسماعیل پور، مثل سعید احمدی، دیگه یواش یواش دارن به اوجشون میرسن و خوشبختانه بعد از اون مسعود اسماعیل پور اومد این وزن رو پر کرد و کشتی خیلی خوبی هم گرفت. اشتباه اعزام به رقابت‌های ارتش‌های جهان در فنلاند، اون هم در مدتی کمتر از یک ماه تا آغاز مسابقات جهانی، ضربه جبران ناپذیری به حسن رحیمی و تیم ایران زد. در 55 رحیمی حریفان لهستان و گرجستان رو برد، اما در سومین مبارزه مغلوب فرانک مارکز، کشتیگیر 18 سالی کوبایی شد. رده نازل دهم نمایانگر حتی بخشی از توانایی‌های حسن رحیمی هم نبود. باز من انتخاب تیم ملی کشتی گرفتم، 7 دور همه کشتی‌ها رو بردم. یه مقدار شرایطم بهتر شده بود که مسابقات به هر حال بنا به شرایطی که بود من سرباز شدم. خب وزنم کم کردم، یعنی بدنم تحلیل رفت، تمام برنامه‌های تمرینی من به هم خورد، چون باید می‌رفتم تو سرعت، یعنی از اون حالت قدرت و استقامت در میمدم. رفتم مسابقه فلان، نتیجه بدی هم نگرفتم، حالا طلا رو گرفتم، ولی خب برگشتم برای مسابقات جهانی. 20 روز بعد بود بدنم، شرایط بدنی باز شرایط بدنی خوبی نبود، یعنی که رفتم به مسابقه. بازم اونجا به فکر میکنم به فرانک چامیزو که الان داره از کشور ایتالیا کشتی میگیره. آره باختم و مقام فکر کنم دهمی رو کسب کردم. در 74 صادق گودرزی قدم به قدم رو به جلو حرکت میکرد. کشتی های حساب شده و سرشار از تکنیک و زیرگیری های دیدنی. برنز 2009 این بار تبدیل به نقره جهانی شد. مارکوسیان از ارمنستان، شاپیف قزاق، سیروتین از اوکراین و فوندورای کوبایی همگی به صادق باختند تا با تسلط به فینال برسه. صادق در فینال کشتی رو به دنیس سارگوش روس واگذار کرد و نقره گرفت. و حالا در مقابل این کشتیگیر ببینیم پرسید که دقام یا زیر سرز بغل و موفق میشه خاک کنه به پل میزنه، یک یا سه ببینیم، یک میدن یا سه، داور مثلا که یک امتیاز داد. قبل از اینکه به پل ببره کشتیگیر دو بنده آبی یعنی شپیو و توشک خارج شده، فرود در بیرون توشک یک امتیازی بود و درست هست یک امتیاز در نظر میگیرم برای کشتیگیر ما و صحیح بود. در یه زده حمله برقاسا و تکنیکی موفق میشه از حریف خودش امتیاز بگیره، برای جوری اقدام میکنه شاپیوف اما نمیتونه به پای حریف خودش یعنی صادق گودرزی برسه و گودرزی بلافاصله اونو خاکی میکنه و دوم امتیاز رو میگیره. شاپیوف هرچه رفته به در بسته خورده. در روز سوم مسابقات تا این لحظه باخت نداشتیم، وقت به اتمام میرسه و صادق گودرزی موفق میشه با نتیجه 2-0 در تایم دوم حریفو شکست بده. فینال خوب کشی نگرفتم، بهتر از این میتونستم کشته بگیرم، خدا رو شکر. یعنی این سارگوش روسو میشه برد؟ بعد روش بیشتر برنامه‌ریزی کنم، فکر کنم باید یه مقدار به کشتیم اضافه کنم تا بتونم ببرمش. همه بچه ها خوب بودن والا، یه مقدار شاید بگم بدشانسی باعث شد که تیممون بهتر از این بعد نتیجه میگرفت که نگرفت و فکر کنم یه مقداری کوبایی هم با ضد کشی و با خرید کشی رای دیگه باعث شدن که تیم رو ضربه بخوره. در کنار اینم والا حدود 7-8 ماه که زیر نظر کارد فنی همه بچه ها مشغول تمرین کردن بودن، مربی ها واقعا برای بچه ها تمام تلاششون رو گذاشتن، از خونه و زندگیشون زدن، همچنین بچه ها هم تمام تلاش خودشونو کرده بودن، ولی میگم همه چی دست به دست هم داد تا تیمم نتیجه نگیره و انشالله در مسابقات بعدی همه بچه جبران. امید اصلی کسب مدال طلا و رسیدن به سکوی قهرمانی این بار اما ناکامی بزرگ بود. مهدی تقوی پس از نمایشی درخشان در هرنینگ در مسکو ابتدا نوروزوف ازبک رو برد، سپس استانیچ نایب قهرمان المپیک پکن رو از پیش رو برداشت، اما در گام سوم مغلوب گاندی گارزون از کوبا شد و از دور مسابقات کنار رفت. گارزون در المپیک پکن هم تقوی رو برده بود. احسان لشکری در 84 دور از انتظار ظاهر شد
و در کشتی اول با شکست مقابل اشتفان گئورگیتا از رومانی ودایی زود هنگام با مسابقات داشت. در این وزن گانوف از بلغارستان در میان ناباوری با غلبه بر کشتیگرانی نظیر زاوربک سوخیف و کتسویف قهرمانان ازبک و روس طلایی شد. و نهایتاً در سنگین وزن فردین معصومی سه کشتی گرفت. حریفان ارمنستان و بلغارستان رو برد و با شکست مقابل بریانیتزه گرجستانی از دور مسابقات کنار رفت. اما در کشتی آزاد شکست ما سنگین تر بود. یعنی تیم ما فقط به یک مدال نقره و یک مدال برنز رضایت داد. این یک مدال نقره رو صادق گودرزی به دست آورد که در فینال رقابت‌ها شکست خورد و به دنیس سارگوش روسی باخت و به مقام دوم رسید. مراد محمدی هم صاحب مدال برنز وزن 60 کیلوگرم شد. اما دیگر کشتیگیران ما مثل حسن رحیمی، مهدی تقوی، احسان لشکری، عرفان امیری و فردین معصومی نصیبی از موفقیت نبردند و بدین ترتیب کشتی ایران به مقام چهارم دنیا رسید با 22 امتیاز، در حالی که تیم روسیه با 66 امتیاز عنوان قهرمانی مسابقات جهانی رو به دست آورد. قبل از آغاز مسابقات در انتخاب نفر اعزامی 96 کیلوگرم اتفاق عجیبی افتاد. رضا یزدانی به خاطر سرپیچی از کادر فنی و نرفتن به تئاتر توسط مربیان تیم ملی کنار گذاشته شد و عرفان امیری جایگزین او شد. قهرمان کرمانشاهی ما حریف قزاق رو برد. جیمز برگمن از آمریکا رو هم 6-3 شکست داد و مایکل باتیستا از کوبا رو هم 2-1 از پیش رو برداشت. در نیمه نهایی اما در دو تایم و قانون خمگیری مغلوب حاجی مراد گاتسالوف روس شد و با شکست مقابل گیورگ گوکشلیتزه در دیدار رده‌بندی با کارنامه‌ای قابل قبول پنجم شد. در کشتی فرنگی هم سقوطی فاحش داشتیم. نایب قهرمانی جهان به هشتمی جهان تبدیل شد. البته قرعه طالب نعمت‌پور و عدم رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس کاملا در این اتفاق تاثیرگذار بود. دو طلای حمید سوریان و امیر علی اکبری، رهاورد مدالی تیم ایران از مسکو. در اونجا ما دو تا طلا گرفتیم. حمید سوریان دوباره اومد و پنجمین مدالش رو تلاشو گرفت. یه طلا 2005 2006 2007 سه تا طلا میشه اینجا، 2009 یه طلا، 2010 این پنجمین تلاش بود و اومد پنجمین مدال تلاش رو حمید سوریان گرفت و علی اکبری هم، امیر علی اکبری هم اون سال موفق شد مدال طلا بگیره و تونست. اون هم کشتی با استعدادی بود، یکی از نابغه ها بود واقعا امیر علی اکبری که الان در کشتی های کجو اینا شرکت میکنه و اونجا هم موفقیت زیادی داره. و باز فرنگی اومد بهتر از آزاد شد. ما در آزاد اونجا دو تا نقره و برنز گرفتیم، اینجا دو تا طلا گرفتیم. حمید سوریان برای پنجمین بار قهرمان جهان شد، روالی مرسوم برای عجوبه کشتی دنیا. در 60 امید نوروزی برای دومین بار پیاپی در مسابقات جهانی ناکام بود. نوروزی که حتی زاور کورماگمدوف روس رو هم برده بود با شکست مقابل حریفی از کره جنوبی از دور مسابقات کنار رفت. حالا در این مسابقاتی که در مسکو برگزار شد با تمام تلاش‌ها و زحمت‌هایی که عزیزان کشیدن و خودم زحمت کشیده بودم، ولی نهایتاً احساس می‌کنم اون شرایط ایده‌آلی که باید داشته باشم و نداشتم و شاید خیلی مربی‌ها اذیت شدن توی این کشتی که من اینجا گرفتم، که سال‌های پیش هر چهار مدالی که کسب کردم این مشکلاتی که اینجا به وجود اومد و نداشتم و اینکه خیلی تایم‌ها رو شد حتی از دست دادم. ولی نهایتاً فکر و نگاه هم به مسابقات المپیک، چون تمرکزم و نگاه هم این سری به مسابقات المپیک بود، احساس میکنم اینجا اون شرایطی که باید داشته باشم بهش نرسیدم، ولی سعی میکنم که تلاشمو چند برابر بکنم که انشالله نهایت حالا اون مدالی که باید کسب کنم و در مسابقات المپیک باشه رو اونجا بتونم کسب کنم. طالب نعمت‌پور اما با قرعه حریفی از رژیم اشغالگر قدس روبرو شد و در اوج آمادگی بی مدال موند. نعمت‌پور از آماده ترین نفرات ما بود که حتی کادر فنی رو مجاب کرده بود حبیب الله اخلاقی دارنده مدال برنز جهان رو کنار بذارن. اوایل سال میلادی 2010 بود
زمستون بود، با یه سفر خیلی سخت ما رفتیم روسیه، 24 ساعت توی فرودگاه روسیه بودیم، بعد از اون به ایروان رسیدیم. با اون سختی ها ما اولین بار تونستیم تیممون قهرمان جام جهانی بشه. بچه های ما، بچه های جوون، فکر کنم میانگین سنی ما توی مسابقات جام جهانی ایروان بین 23-24 بود که خدا رو شکر اونجا برای اولین بار تیم ما قهرمان جام جهانی شد. بعد از اون اومدیم، من توی مسابقات گرجستان یه تورنمنتی بود تو گرجستان شرکت کردم، اونجا نتونستم نتیجه قابل قبولی بگیرم، ولی طالب نعمت‌پور به مسابقات جام جایزه بزرگ باکو رفت، کشتی خیلی خوبی گرفت، اونجا قهرمان شد و ملی پوش وزن ما در مسابقات جهانی 2010 روسیه شد. و در نهایت محمد قربانی در سنگین وزن که جایگزین مسعود هاشم‌زاده شده بود، قربانی دور از انتظار ظاهر شد و به حریفی از بلاروس باخت و امتیازی هم برای ایران کسب نکرد. دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز آزادکاران در مسابقات جهانی 2011 استانبول. اونها عالی بودند و تنها با اختلاف 2 امتیاز بعد از روس‌ها دوم شدند. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ایران بود و بچه‌های ما هم از جون مایه گذاشتند. مهدی تقوی دومین طلای جهانی رو هم گرفت و رضا یزدانی بالاخره قهرمان جهان شد. عنوانی که باید خیلی زودتر از اینها به دستش می آورد. سال 2011 استانبول در کشتی آزاد ما 2 طلا کسب کردیم. 2 طلا که ما در اون سال رضا یزدانی ما و مهدی تقویمون مدال طلا گرفتن. رضا یزدانی و مهدی تقوی مدال طلا گرفتن. حسن رحیمی و صادق گودرزی هم یه برنز و یه نقره گرفتن. گودرزی، صادق گودرزیمون نقره گرفت و حسن رحیمی که تا اون لحظه موفق نشده بود مدال بگیره، اولین مدالشو اینجا سیب میکنه و مدالشو میگیره و ما در اون سال هم تا یک قدمی قهرمانی پیش رفتیم، اما خب نتونستیم تیمون قهرمان بشه، اما 2 طلا و 1 نقره و 1 برنز ما اینجا کسب کردیم. صادق گودرزی در 74 به نقره رسید و حسن رحیمی در سومین میدان جهانی دست خالی نبود و به برنز سبک وزن رسید. 4 سهمیه المپیک به دست آوردیم و با 41 امتیاز نایب قهرمان جهان شدیم. رضا یزدانی در 96 عالی و بدون نقص بود. پس از استراحت در دور اول حریفی از اسپانیا رو ضربه فندی کرد و با پیروزی بر حریف مجار در 1/4 رستم شیخوف از بلاروس رو هم شکست داد و در نیمه نهایی کار دشواری مقابل بولتیچ از نیجریه نداشت. رضا در فینال مقتدرانه سرهد بالجی از ترکیه رو برد و قهرمان جهان شد. Medal of Honor. Rizzo.
مهدی تقوی به مانند هرنینگ 2009 عالی ظاهر شد. حریفانی از مقدونی و قرقیزستان رو برد و بعد از عبور از حریف بلاروس در 1/4 آدام باتیروف روس رو هم پشت سر گذاشت. لیوان لوپز از کوبا در نیمه نهایی هم اسیر جسارت مهدی کشتی برد شد و در نهایت در فینال تقوی یونیمیتسو ژاپنی رو هم 4-0 برد و طلای زرین 66 رو به گردن آویخت. مدال طلای مهدی تقوی رو به هموطنان عزیزمون تبریک میگم. به مازندران کاشیگر و اهالی مهدی تقوی کرمانی ایران. صادق گودرزی باز هم در آستانه کسب مدال طلا ناکام شد. یکی از بهترین 74 کیلوهای دنیا حریفان ریز و درشت را از پیش رو برداشت. حریفانی از جمله گایداروف و شاپیف. در فینال اما مقابل جردن باروز نابغه کشتی آمریکا کشتی رو واگذار و به نقره اکتفا کرد. بعد از دو ناکامی پیاپی در سبک وزن همه نگاه ها به نتایج حسن رحیمی بود. حسن اما این بار دست خالی برنگشت و با ارائه مبارزه های قابل قبول در نهایت به برنز رسید. تنها باخت رحیمی در دور سوم مقابل رادوسلاو ولیکوف بلغار دارنده نشان برنز المپیک پکن بود. رحیمی در این دور از رقابت‌ها قهرمانانی بزرگ چون یانگ کیونگ ایل قهرمان جهان از کره شمالی و ولادیمیر خینجاکشویلی از گرجستان رو هم شکست داد و در دیدار رده‌بندی با پیروزی مقابل حریفی از امریکا به برنز جهان رسید. خب شرایط اون موقع برای من خیلی سخت بود، یعنی این فشار رسانه‌ها و فشار مربی‌ها و فشار کادر فنی که اصلا دیدگاهشون نسبت به حسن رحیمی تغییر کرده بود که میگفتن اینم حتما امسال هم میخواد ببازه و یعنی این فشارا. خب شما خودتون به هر حال نزدیک تونستید دیدید، با ما اومدید لمس کردید این موضوع رو. خیلی شرایط سخت بود، یعنی من واقعا دیگه تمام توانمو گذاشتم با اون گروه سختی که خورده بودم تو مسابقات 2011 که حتی من جدول گروهمون رو دیدم، خودم رو از پیش باخته دیدم، گفتم خب من اینو بردم اینو چیکار کنم، قهرمان جهان رو چیکار کنم، نفر سوم المپیک، یعنی همه‌شون خنچه شوئلی آمریکا ژاپن همه پشت سرم خورد. ولی خب شرایط بدنیم خدا رو شکر خوب بود، خوب سر وزن رسیدم، کشتی‌های خوبی هم گرفتم، ولی با تجربه مثل ولیکوف کشتی رو باختم و رفتم به دور بازنده ها. خدا رو شکر ویلیکوف رفت به فینال و من تونستم تو گروه بازنده ها کشتی بگیرم و حریف بلاروسی ما بودم اندریوف، بعد آخرم با حریف آمریکاییم کشتی گرفتم. دیگر نفرات ما در این رقابت ها مصطفی آقاجانی در 60، علیرضا گودرزی در 84 و فردین معصومی در 120 کیلوگرم بودند که به ترتیب 22، 7 و 18 شدند. روسیه با 43 امتیاز قهرمان جهان شد و امریکا هم بعد از ایران 41 امتیازی با 38 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. استانبول نتونستم کشتی بگیرم، واقعا احساس میکردم که دیگه یا بد تمرین کرده بودم، میگم چشم پاره شد، بالای 40 تا بخیه خورده بود چشمم و حتی به این نتیجه رسیدم که اصلا کشتی نگیرم. ولی خب بالا کمک کردن کادر فنی، خب من رسیدم، ولی اون چیزی که دلم میخواست نتونستم کشتی بگیرم. اونجا هم به کسی باختم که قبلا سه بار برده بودمش. فرنگی کاران هم با محمد بنا در استانبول عملکردی قابل توجه داشتند. 2 طلا و 1 برنز. امید نوروزی در اوج دوران آمادگی در 60 کیلو طلا گرفت و سعید عبدولی کشتیگیر اندیمشکی ما در 66 با جسارت عنوان قهرمانی این وزن رو از آن خودش کرد. بشیر بابا جانزاده سنگین وزن بابولی هم در 120 برونزی گرفت که نشون میداد ما در همه اوزان توانایی کسب مدال داریم. در کشتی فرنگی ما سعید عبدولیمون اومد مدال طلا گرفت، امید نوروزیمون طلا گرفت و بشیر باباجانزاده اولین مدال سنگین وزن کشتی فرنگی رو کشتیگیر
باب و لیما کسب کرد و موفق شد مدال این مدال رو بگیره که ما اونجا یه برنز و دو تا مدال طلا کسب کردیم و در کشتی آزاد خب بهتر بود وضعیتمون، دو طلا یک نقره یه برنز، اینجا دو طلا و یه برنز کسب کردیم. کشتی فینال امید نوروزی مقابل المات کبیسپایف قزاق از دیدنی ترین کشتی های این دوره از مسابقات بود که دو کشتیگیر بارها با اجرای فن تماشاگران رو به وجد آوردن. همینطور عبدولی در فینال 66 با پیروزی مقابل تسا خدایی از گرجستان به مدال طلا رسید. در تایم اول دوبنده قرمز باید مجری باشه. حالا میره برای اجرای فن بارانداز. بارانداز های بسیار خوب اجرا میکنه. امید نوروزی ببینیم که میتونه بارانداز های خودشون به اجرا بذاره یا نه. به دنبال اجرای فن بارانداز از سمت چپ براست. میره برای بارانداز. یک بارانداز اجرا میکنه و موفق میشه دو امتیاز از حریف خودش بگیره. چه بارانداز سرعتی تکنیکی اجرا میکنه. به راحتی این که بیسپایوف بارانداز نمیشه. دستاش هنرمندانه تو سر گردن حریف خودش کار میکنه. حالا یه پیشانداز از پهلو که شگرد روسا است. میره به پشت امید نوروزی از همونجا خاک میکنه نوروزی رو. خب میره برای کنده فرنگی. یه لحظه کنده فرنگی رو به اجرا گذاشت. سال گذاشتم روی سکو رفته و حالا همه حریفان خودش رو به راحتی شگرد. یک بار دیگه همون شگرد رو میزنه و موفق میشه از همونجا به پل بزنه امید نوروزی ما رو. حالا میره برای باید فیتوهاشو بزنه. حالا مگه یه برانداز بزنه؟ اگر یه برانداز بزنه برنده خواهد شد، اگر نه برانداز رو باید بزنه اگر میخواد مدال طلا. میره برای سالتو برانداز. اگه سالتو برانداز بزنه میره برای یه برانداز دو امتیاز. بله حالا سه سه مساوی هستن اما برنده کشتیگیر ماست. میره برای سالتو برانداز. سالتو برانداز سعی داره که اجرا کنه از همونجا موفق میشه سه امتیاز دیگه، یک سه امتیاز دیگه. طوفانی به پا میکنه این دلاور شیرازی. یک بار دیگه سعی میکنه فن برانداز به اجرا بذاره. حالا میاره تا سالتو برانداز به اجرا بذاره از همونجا. یک بار دیگه به دنبال سالتو برانداز هست امید نوروزی. یه سوبلس میتونه بزنه و اینجا سه امتیازی بزنه تمام هست. اینجا سه امتیازی نه نمیتونه. ببینیم که یک امتیاز برای کشتیگیر ما برای اجرای فن میدن. خب ببینید ما راه خیلی سختی رو پشت سر گذاشتیم. ببینید ما تو بحث کشتی فرنگی، خب کشتی آزاد که مال ایرانیا بود از قدیم، کشتی فرنگی کلن من به جرات میتونم بگم که 98% غرق اروپایی ها بود. یعنی ما ایرانیا واقعا سالهای گذشته بدون یه بغیر از اینکه یه تک ستارهایی مثل خدا بیامرز علیزاده رو داشتیم، پذیرایی رو داشتیم، مثلا حالا نزدیک که شدیم محمد بنا رو داشتیم، حسن رنگرز رو بعد داشتیم، ما جایگاه آنچنانی تو کشتی فرنگی تو دنیا نداشتیم. ما یه حدود 10-15 سال با یه سری تغییرات و یه نسل خوبی که روی کار اومد، چهرهایی بودن که حالا خود آقای سوریان، اخلاقی امیر علی اکبری، طالب نعمتپور، سعید عبدولی، امید نوروزی، خیلی‌ها بودن، علی محمدی، مهدی محمدی، داوود عابدین‌زاده، جاسم امیری، اینا نسلایی بودن، بابک قربانی، محمد قربانی، بشیر باباجان‌زاده، اینا نسلی بودن که نسل طلایی کشتی فرنگی بودن. با اومدن این نسل و برنامه‌ریزی‌های خوب و یکم در راستای علم روز دنیا و بحث فنی روز دنیا اومدیم حرکت کردیم و این کارم یه کار تیم ورک بود، یه کاری بود که همه توش نقش داشتن، از مسئولین فدراسیون بگیر تا قهرمانا، مربیای سازنده، مردم و کسایی که حتی توی خانه کشتی داشتن خدمات میدادن به ما. این یه کاری بود که همه تلاش کردن و یه کار گروهی بود و شما هم شاهدید که ما حدود 10 سال بود که کشتی فرنگی حرف اول تو دنیا میزد. ما یعنی به هر جایگاهی که خواستیم توی کشتی فرنگی تو دنیا رسیدیم. برنز بشیر باباجان‌زاده هم با حضور قهرمانانی چون رضا کایالپس ترکیه و لوپز کوبایی که به ترتیب اول و دوم شدن به دست اومد. فرنگی کاران بعد از روسیه و ترکیه میزبان سوم شدند و روی سکو رفتند.